به آتش کشیده شدن اداره کشاورزی لردگان توسط کشاورزان خشمگین، اعتراضات دانشجویان در همدان و ارومیه به فضای امنیتی دانشگاه‌ها، تحصن خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام در قزلحصار و گوهردشت، اعتراض نانوایان در جنوب تهران، حرکت اعتراضی اولیای دانش آموزان ابتدایی مدارس منطقه 16 تهران، اعتصاب غذای خشک یک زندانی سیاسی در زندان زاهدان، جنایت وزارت اطلاعات در حمیدیه خوزستان، روبودن و قتل یک مخالف در زیر شکنجه. کشاورزان خشمگین شهرستان لردگان ساعت 21 روز هفتم مهر ماه ساختمان اداره کشاورزی این شهرستان در استان چهارمحال و بختیاری را به آتش کشیدند. آنها در اعتراض به خودداری رژیم آخوندی از پرداخت حق بیمه به خاطر خسارت‌های ناشی از خشکسالی در مقابل این اداره تجمع کرده بودند، ولی از آنجا که به اعتراضات آنها توجه نشد آن را به آتش کشیدند. به گفته شاهدان تا رسیدن آتش نشانی بیش از 70% ساختمان و تجهیزات اداره کشاورزی در آتش سوخت. دانشجویان دانشگاه بوعلی سینای همدان خواستار برچیدن فضای امنیتی و سرکوبگرانه در دانشگاه شدند. آنان همچنین خواهان برکناری رئیس مزدور دانشگاه گردیدند. دیگر خواسته های دانشجویان عبارتند از صدور مجوز برای نشریات، صدور مجوز برای کرسی آزاداندیشی و لغو طرح ارتجایی تفکیک جنسیتی. چند صد تن از دانشجویان دانشگاه صنعتی ارومیه در اعتراض به سرکوب و فضای امنیتی حاکم بر دانشگاه تحصن کردند. دانشجویان با شعار میرزایی استعفا استعفا خواستار برکناری رئیس مزدور این دانشگاه شدند. خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام در زندان‌های قزلحصار و گوهردشت کرج روز دوشنبه در مقابل دادستانی رژیم در تهران به تحصن نشسته خود ادامه دادند. ماموران اطلاعات آخوندی به تهدید متحصنین پرداختند و آنان را به زور مجبور به ترک محل کردند. این خانواده ها اعلام کردند به اعتراض خود ادامه می دهند تا احکام اعدام فرزندان و بستگانشان لغو شود. جمعی از نانوایان جنوب تهران روز سه‌شنبه نهم مهر ماه در مقابل شورای آردونان منطقه جنوب غرب واقع در خیابان موسوم به رجایی تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها به خودداری رژیم آخوندی از دادن آرد یارانه‌ای اعتراض کردند. جمعی از اولیای دانش آموزان ابتدایی مدارس منطقه 16 تهران روز سه‌شنبه نهم مهر ماه در مقابل اداره آموزش و پرورش رژیم در این منطقه تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها به اخاذی میلیون‌ها تومان توسط رژیم آخوندی تحت عنوان دروغین کمک‌های مردمی اعتراض کردند. زندانی سیاسی محسن نگهبان در زندان زاهدان در اعتراض به رفتارهای وحشیانه و قرون وسطایی دشقیمان با دوختن لب‌ها و چشمانش دست به اعتصاب غذای خوش زد. این زندانی حدوداً 3 سال پیش از لرستان به زندان زاهدان تبعید شده است. خالد هردانی زندانی سیاسی در زندان گوهردشت کرج به سلول انفرادی منتقل گردید. وی به همبندی‌های خود گفته است در صورتی که من را بردند و برنگشتم دست به اعتصاب غذا خواهم زد. ماموران جنایتکار اطلاعات آخوندی در خوزستان صادق موسوی فرزند یکی از مدافعان حقوق بشر را ربودند و در زیر شکنجه به قتل رساندند. به گزارش دریافتی وی که ماه گذشته ربوده شد پس از 10 روز جنازه شکنجه شدهش در شهر حمیدیه پیدا شد. آثار شکنجه بر روی بدن وی دیده می شد. بر اثر شکنجه های وحشیانه یک دست او به طور کامل قطع شده بود. صادق موسوی پسر سید قاسم موسوی از مدافعان حقوق بشر در خوزستان است.